سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه تو این ویدیو میخوام در مورد چت جی چهار صحبت کنم و اینکه چه چیزهای جدیدی داره و چه چیزهای شرکت اوپن ای آی اعلام کرده چت تازه این هفته اخیر منتشر شد چند روز پیش ویدیو قبلیم در مورد چت میتونید برید ببینید و اون <صفح> کلیت و همه چیز چت جی رو اونجا توضیح دادم و تو این ویدیو فقط چیزهایی که جدید تره توی چت جی چهار رو توضیح میدم بریم تو سایت خود اوپن ای آی و ببینیم که چه چیزهایی رو اعلام کردن که جدیده کلا چت جی چهار شیش ماه بعد از چت جی سه یا سه منتشر شد و عنوان کردن که خیلی ترینینگ بیشتری انجام دادن و خب خیلی توی بعضی موارد قوی تره اینجا تو سایتش اومده یه سری مقایسه ها کرده بین چت جی پی و و چت جی چهار اومدن روی یه سری امتحان های حالا امتحان مثل SAT یا GRE LSAT و اینجور امتحان ها سوال رو دادن به چت جی سه و چهار و تست کردن ببینن که اینا عملکردشون با هم چجوری متفاوته این آبی چت جی پی تی 3 سبز چت جی پی تی و میبینید که تو اکثر موارد چت جی پی تی بهتر از چت جی پی تی عمل کرده اینجا نمره هم نوشته که چه جوری عمل کرده چت جی پی تی 4 نسبت به چت جی پی تی مثلا امتحان حتی تاریخ هنر بیولوژی یعنی زیست و اینا امتحان کردن نتایجش رو گذاشتن یا دقتش رو توی زبانهای مختلف اومدن بررسی کردن حالا بیشترین دقتها رو توی زبان انگلیسی داره صد درصد ایتالیایی اسپانیایی آلمانی و میره پایین ترکی عربی فارسی متاسفانه نیست تو <تصفح> ولی حالا با فارسی هم دیدیم که میشه ازش استفاده کرد این در واقع دقتشه یه چیزی که در مورد چت جی پی تی چهار اعلام کردن اینه که در کل چت جی پی تی چهار خلاقیت بیشتری داره محتوای خلاقانه بهتری میتونه تولید کنه و علاوه بر اون توی تحلیل و ریزنینگ به معنای حالا علت و معلولیابی یه جورایی بهتره و از این بابت ها یعنی از نظر ذهنی بهتر شده قوی تر شده و همچنین از نظر طول متنی که میتونه آنالیز کنه قوی تر شده چت شد جی پی چهار میتونه 25 هزار کلمه رو پروسس کنه و در نتیجه خروجی بز... طولانی تری میتونه بده ورژن قبلی ده, ده هزار یازده هزار دوازده هزار بود تقریبا نصف بود آره اینجا گفته 25 هزار تا اما یه چند تا فیچر خیلی جالب داره که الان توضیح میدم یکیش اینه که عکس میتونه ورودی بگیره یعنی شما میتونید یک عکسی رو بهش بدید و راجع به اون عکس ازش سوال بپرسید حالا این مثالیه که خود سایت اوپن ای آی گذاشته مثلا این عکس رو بهش داده و پرسیده که چیه این عکس خنده داره اینجا میخواد ببینه که آیا قدرت درک عکس و تحلیل عکس رو داره یا نه و به ازش پرسیده که این عکس چیش خنده داره حالا جواب چت جی بوده که عکس چپ یک گوشیه که یک کابل وی بهش وصله عکس دورم توضیح داده میگه که یک کابل وی جی بسته بندی شده است عکس سه هم یه دونه تصویر نزدیک از یک کابل وی با اسم لایتنین کالکتور خب اسم اون لایتینگ کالک... کانکتورش اون قسمت شارجر حالا آیفونه و گفته خنده اینه که حالا یه گوشی مدرن اومده با یه کابل قدیمی داره شارژ میشه و این نشون میده که قشنگ عکس فهمیده و حتی تنز ماجرا هم فهمیده این هم یه نمونهشه که مثلا همچین عکسی رو بهش میدید و میگید که با موادی که توی این عکس وجود داره من چه غذاهایی میتونم درست کنم و این اول گفته تو عکس تشخیص داده که تو عکس چه موادی هز حالا هست حالا تخم مرغ هست آرد هست یا چیز و گفته این غذاها رو میتونی باهاش درست کنی پنکیک وافل املت، کیک و اینا خیلی جالبه یه چیز جالبی هم که تو سایتش عنوان کرده اینه که شما میتونید یه لینک یه وبسایت دیگر رو بهش بدید مثلا اینجا اومده لینک یه صفحه ای از ویکیپدیا رو بهش داده و راجع اون مطالب اون صفحه یا اون وبسایت اومد ازش سوال پرسیده دیگه لازم نیست شما یه مطلبی از یه سایتی بیاین کپی کنید تو چت جی بیتی بعد ازش سوال بپرسید همین آدرس سایت رو میدید و میگید مطالب این سایت رو برای من خلاصه کن یا راجبش یه سوال ازش بپرسید و اینم امکان جالبیه یا یه سری چیزای حالا خیلی مفید نیستم ولی بیشتر قدرتش رو میخواد به رخ بکشه اینه که بهش گفته که یه داستان کوتاه در مورد سیندرلا بنویس به نحوی که کلماتش اول هر کلمه به ترتیب حروف الفا باشه یعنی کلمه اول A, B, C, D, E, F, G, H, I به ترتیب حروف الف باشه ترتیب کلمه ها و خب معنادار هم باشه یه داستان و سیندرلا باشه و با اومده نوشته یا مثلا یه مدل دیگه بود که بهش میگفتش که یه داستانی بنویس در مورد فلان موضوع که همه کلمه هاش با کیو شروع شده باشه حالا این خیلی کار بوده مفیدی نیست ولی خب جالبه این از چیزایی که جالبه که این توانایی رو داره که این کار بکنه اینجا هم که گفته که همین 250 هزار تا ظرفیت داره برای متن و اینا حالا یه کاربرد خیلی خیلی عجیبی که توی دمو لایو خودشون ویدیوی که خود اوپن ای آی منتشر کرد اینه که میاد روی یک صفحه کاغذ یه طرحی خیلی هم کج و کوله و یه طرح خیلی ابتدایی از یه وبسایتی که میخواد بسازه میکشه و روی این کاغذ فقط میکشه که این میخوام وبسایت هم این شکلی باشه یه بالا داشته باشه این متن داشته باشه توی خط اول نوشته که یه جوک باشه سطر بعدی یه جوک دیگه باشه و یه دونه دکمه باشه که وقتی میزنی حالا توضیح جوک باشه یا پانچ باشه و نهایتا پایین صفحه هم حالت عکس کپی رایت باشه و نوشته باشه اوپن ای آی 2023 بهش میگه که فقط از روی این عکس بیا این سایت رو بساز کد HTML سایت رو بنویس و با گوشیش عکس میگیره و عکس و ورودی میده به چت جی پی تی و چیز عجیبش اینه که اصلا دست خطش هم خیلی بده تو این عکسی که میگیره اینا اینجا اینو ورودی داده عکس رو به چت جی پی تی بعد کدی که چت جی پی تی خروجی داده رو آورده به صورت HTML سیف کرده ببینید کد خروجی داده این به صورت HTML سیف کرده ببینید این وبسایت رو ساخت و عنوانش مای جوک وبسایت همون چیزی که ازش خواسته بود جوک یک جوک دو هر کدوم یه دکمه داره و فوتر هم داره و این خیلی عجیبه که با یه عکس که با دست خط بعد و کجوکوله نوشته شده و این فقط با اون عکس اومد کد HTML شو نوشت و وبسایت نوشت این خیلی جالبه حالا اینجا هم میاد توضیح میده که فرم مالیاتی رو میتونه براتون پر کنه یا کارهای حقوقی یعنی م... م... میتونید ازش بخواید که یه قرارداد حقوقی قوی بنویسه از, از این نظرها هم خیلی قوی شده خب این چیزیه که خود اوپن ای آی داره اعلام میکنه که فرم مالیاتی الان خب واسه تو آمریکا یا کشورهای اروپا خیلی سخت پر کردنش و اینو براشون انجام میده این قابلیت جدیدیه و کاملا توضیح میده با اصطلاحات دقیق حقوقی حالا در کل اینا قابلیت های چت جی پی تی چهاره اما چت جی پی تی چهار فعلا فقط برای یوزرهای پلاس قابل دسترسیه که فکر میکنم 20 یورو ماهیه حالا من چت جی پی تی پلاس گرفتم آره ببینید چت جی پی تی پلاس 20 دلار ماهیه و اینجا وقتی یک چت جدید باز میکنیم میتونید بالا انتخاب کنید که چت جی 3 باشه مدل دیفالت سونیم دیفالت لگاسی 3 دی... یا چت جی 4 و اینجا نشون میده که از نظر قدرت آنالیز و سرعت و کانشسنس یه جوری خداگاهی میشه گفت سه سرعتش خیلی بالاست ولی حالا دوتا آپشن دیگه یکم پایین تره ولی چت جی پی سرعتش پایین تره اون دوتا موارد دیگرش بالاتره حالا با اینکه چت جی پی چهار توی ورژن پلاس هست اما هنوز اون آپشنی که بشه عکس بهش ورودی داد فعال نیست و هنوز اون آپشنی که بشه لینک بهش داد فعال نیست یعنی تنها مزیت هایی که الان داره نسبت به چت جی پی اینه که طول متن طولانی تری آنالیز میتونه بکنه و قدرت ادراک بیشتری داره قدرت آنالیز و درک و اینا بهتری داره حالا یه دوتا مقایسه توی دو تا کار یه مقایسه بین چت جی 3 و 4 میتونیم بکنیم یه مقایسه این که یه متنی بگیم هر دوشون تولید کنن ببینیم فرقش چیه یکی هم این که بگیم یه سایت ساده بسازن هر دوشون ببینیم فرقشون چیه خب بیایم یه متنی ازش بخوایم بنویسه اول با چت جی پی تی سه بعد با چت جی پی تی چهار این حالا فقط یک مثال فقط برای اینکه نشون بدیم ببینیم چه فرقایی داره بگیم که فارسی هم می که حالا نتیجهش قابل سریع قابل دیدن باشه یک متن بنویس و به صورت تحلیلی توضیح بده چرا انسان ها نیاز به زندگی اجتماعی دارند متن رو در قالب استعاره منظومه شمسی بنویس خب این متنیه که چت جی پی تی سه تولید کرد و میگه که منظومه شمسی مثل جامعه انسانی یک سامانه پیچیده و هماهنگ است از موجودات مختلف و اینکه با هم چطور تعامل میکنند بعد همون رو نسبت داده به انسانها که به زندگی اجتماعی احتیاج دارند به ارتباط با یکدیگر مثل گرانش که برای نگهداری جسم های آسمانی موثر است تعاملات اجتماعی میان انسانها نیز برای تحقق هدفهای مشترک اینا خیلی جالبه خب حالا میتونید پاس کنید اینجا متن و کامل بخونید ولی میخوام ببینم که حالا توی چهار پاراگراف نوشت میخوام ببینم همینو چت جی پی تی چهار چجوری چه تولید میکنه ببینید مشخصا کندتره از نظر سرعت خودشون هم گفتن کندتره ولی ببینیم که چجوری متن تولید میکنه یه دلیل اینکه برای فقط یوزر های پلاس گذاشتن اینو گفتن که ما از نظر زیرساختی هنوز آمادگی اینو نداریم که اینو در دسترس عموم بذاریم حالا این چیزی که خودشون اعلام کردن خب یه اروری داد که نمیدم چرا نتورک ارور داد ولی تا اینجا متنی که تولید کرده خیلی قشنگه یعنی کاملا یه سر و گردن بالاتر از متنی که چت سه تولید کرد یعنی یه جورایی قشنگتر نوشته شده با تحلیلی بهتری نوشته شده اومده در مورد اول کلیت زندگی اجتماعی انسان و ربطش به سیارات گفته بعد اومده یکی یکی گفته مریخ همانند فردی است که به دنبال قدرت جایگاه در جامعه است زهره مانند مردی است که به دنبال زیبایی و هنر در زندگی است زمین اینجوری خیلی متن قشنگ و جالبیه به نظر من و خیلی خلاقیت توشه و میبینیم که همون, مت... همون, درخواست رو به از شتربیدی سه و چهار داشتیم و اینجور درخواست های متفاوتی داشت حالا من نمیدونم چرا کامل تولید نکرد ولی زدم که دوباره تولید کنه ببینم حالا فکر میکنم طول متن هم بیشتر باشه حالا من تو ویدیوهایی که از بقیه میدیدم که با چت جی پی چهار کار کردن توی کار کردن اونا هم هی اختلال ایجاد میشد حالا من نمیدونم این سیستم چت جی پی تی چهار اینجوریه یا تعداد زیادی دارن باش کار میکنن یا فعلا آماده نیست ولی گاهن ارور زیاد میده یعنی یهو یه وسط قطع میشه ولی خب چیزی که مشخصه متنش قوی تره و همچنین پاراگراف هاش طولانی تره و کلا متنش طولانی تره ولی خب بازم وایساد. یا نیمه کار رها کرد معمولا وقتی نیمه کار وای میسته میتونی بهش بگید ادامه بده همون متن و ادامهش رو مینویسه خب متن رو کامل کرد و میبینیم که خیلی طولانی تره و قوی تر نوشته شده حالا بیایم یه تست دیگه بکنیم با ساختن یه وبسایت. سایت میخوام بهش بگم که یه وبسایت بسازه که دو تا ستون داشته باشه ستون سمت چپ یه سری جوک داشته باشه ستون سمت راست یه سری جملات انگیزشی مثلا توش داشته باشه اول بدیم چت جی سونیم خب گفتم که یه کد HTML بنویس که CSS هم توش داشته باشه که استایلاش هم تو خودش باشه که اسم سایت جوکس and quotes باشه یعنی جوک ها و همین جملات که نقل قول ها و دو تا ستون داشته باشه ستون اول جوک باشه ستون دوم این نقل قول ها باشه این کدی که جی پی تیه، جی پی تی سه نوشت کپیش میکنم با عنوان HTML سیوش کنیم این چیزیه که چت جی پی تی سه ساخت این به میوش گفتم عنوان سایت این باشه خب اینو درست گذاشته ولی ستونا رو کنار هم نذاشته پایین هم گذاشته این جوکان که حالا نمیم سوال پرسیده ولی جواب نداده اینم جملات انگیزشیه که نقل قول کرده این که از کیرم نوشته حالا کاراییش مهم نیست چون بر کاراییش باید خیلی توضیحات دقیقتری بدین حالا خیلی متوجه نشده که من ازش چی خواستم ببینیم که همینو چت جی پی تی چهار آیا بهتر میتونه تولید کنه یه چیزی هم که جالب بود چت جی پی سه قابل کپی شدن بود توی فرمتی نوشت که باید دکمه میشد کپی کرد ولی این نه عجیب همین که گفتم شروع کرد <applause> قابل کپی شدنش کرد ولی میبینید یه ذره مشکل داره چون اینجا اول نوشت CSS بعد الان نوشت PHP بعد تا یه جای کد اینجوری نوشت بعد الان اومده توی این قسمت نوشته یعنی نشون میده که هنوز مثل که خیلی آماده نیست برای ام. انگار هول هولکی دادن بیرون ببین اینجا تا اینجا اومد کدش کرد حالا من اینا رو کپی میکنم باز توی فایل که ببینیم خروجی شیه همینو با, با فرمت HTML سیف کنیم ببینیم این چه جوریه خب الان ببینین تفاوتش قشنگ معلوم شد چت جی چهار و سه درسته یه سری مشکلات خودش داره اما خروجیش مشخصا بهتره یعنی سه، اصلا چیزی که من خواستم و نفهمیده بود که دوتا ستون باشه و هیچ فرمت خاصی نداشت یعنی اینجاها هیچ استایل خاصی نداده بود اما این تمیزتره دوتا ستونه کرده و حالا یه استایل زردی هم اینجا داده یعنی مشخصا خب یه تفاوت دارن ولی حالا نظر اجرایی یه ذره ضعیف فعلا چت جی ولی خب این دوتا مثال و نمونه بود که ببینیم که چه فرقایی داره و چه بهبودهایی داشته خب حالا احتمالا به زودی به احتمال زیاد بذارن که در دسترس عموم قرار بگیره اما یه چیز جالبی هم که میخواستم در موردش بگم اینه که حالا چت جی پی تی فقط این چیزی که ما میبینیم نیست چت جی پی تی اومدن در قالب سایت های دیگه داره ازش استفاده میشه مثلا یه سری اپ های دیگه یه سری سایت های دیگه دیگه دارن از چت جی پی تی توی بکگراند ازش استفاده میکنن برای بهبود تولید محتواشون برای بهبود کاستومر سرویسشون یه اپی هست برای آموزش زبان دوولینگو اون اعلام کرده که داره از چت جی برای ایجاد مکالماتش استفاده میکنه یا وبسایت استرایپ یا وبسایت خان آکادمی اینا تو بکگراند دارن الان از چت جی استفاده میکنن برای بهبود محصول خودشون یا سایت خودشون و مثلا یه چیز جالب هستش که ایسلند داره از چت جی برای حفظ و نگهداری زبانش ازش استفاده میکنه حالا به چه صورت جزئیاتش رو نمیدونم ولی خب اینا چیزایی که از چت جی پی تی داره تو بک‌گراند استفاده میشه و جالب هست کلا خب امیدوارم براتون مفید و جالب بوده باشه با ویدیوهای بعدی همراه باشید فعلا خدا نگهدار